دفعه یکی از دوستان بزرگ بار استاد همون فصل سواری هستون که از مقدمین بین المللی هستن، چون هم در اروپا تبلیغ کردن و هم الان در یکی از کشورهای خوش آب و هوای آفریقا به اسم نامیبیا هستن که خب ما الان داریم منظره ای که میبینیم شبیه بهاره، درسته؟ امروز خوش آب و هوا است، اما در کل جز به کشورهای خوش آب و هوا نیست. الان اینجا تابستونه، اما بارندگی که شروع میشه کاملا بهاریه دیگه. بله، الان هم شانس ما بارندگی شروع شد و یه هوای خنکیه. آقای صبوری، ما مزاحم شما شدیم که در رابطه با یک فیلم خیلی مشهوری که این چند روز خیلی وایرال شد صحبت کنیم باهاتون، و اون هم فیلم و عکس دستبوسی آیت الله صافی، یا بهتر بگم مرحوم آیت الله صافی، مرجع دعوت شیعیان چی خود مراجع هم بودند و فکر کنم 304 سال هم عمر کردن بود، که خب ایشون توی چند سال پیش فکر کنم همون 304 سال پیش توی یک مراسم امامگذاری دست یک طلبه یه سیاه پوست رو گرفتند و بوسیدند. این یک کمی وایرال شد، حتی توی رسانه های فرانسه زبان من دیدم یک کمی چرخه اید، اما خب سانسور در رابطه با برای تبلیغ توی ایران و فعالیت مذهبی خیلی زیاد. و شما یادمه که یاره تو آفریقا هم بودین، خیلی براتون مهم بودی، پستی هم گذاشتیم که اگر این کار رو ما بتونیم وایرالش کنیم و معرفی کنیم در بحث تبلیغ خیلی اثر داره. چرا اینو میگید؟ مگه مثلا پاپ نمیاد پای مخاطبات رو ببوسه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم مجددا. حالا یه توضیح هم بدم که ما هیچ هماهنگی نکرده بودیم که در واقع سوالات به کدوم سمت هست، همین الان داریم این بحث رو مطرح میکنیم، چون معمولا قبل هماهنگ میکنن چه سوال اینها. میخوام بگم اگر کسی بعدن دید بدونه که ما همین الان داره آقای خلاصه طاهری از ما میپرسه. عرضم بخ... آره آره، منم اصراری نداشتم، گفتم که همونجا بیا گفتگوی دیگه، گفتگو دوستان است. اتفاقا من چون پاپ این کارو میکنه گفتم ما توی زمینه تبلیغی خیلی عقبیم از پاپ. قبلا هم من اینو صحبت کرده بودم، البته خیلی با احتیاط، الانم خیلی با احتیاط میگم که خلاصه مشکلی پیش نیاد، چون گاهی اوقات اگر شما انتقاد بکنی به جایی که اون قضیه حل بشه منتقد ممکنه دچار مشکل بشه. اما پاپ رفتار کلیسا بسیار مورد انتقاده. خب از نظر علمی اینها خیلی جا جواب ندارن. بعد اما پاپ یک تنه کارایی میکنه که این همه این خلاصه کمبودا رو جبران میکنه. یعنی ما همیشه با این مسیحی‌ها که گفتگو میکنیم بحث میکنیم، یکی از حرف ها مینشون، حالا منم قبلا خوندم بایبل و به حساب عهد جدید و قدیم رو، گاهی استناد میکنم بعضی جملات، میگم آقا حضرت عیسی مثلا میگه اینجا شما عشق بورزید، دشمنت رو هم دوست داشته باش، اگه این ورز چیلی زد اون ورم بذار بزنیم، مثلا از این ورز ها. اما شما در عمل اینطوری نیستید. و اما پاپ داره با رفتارش اینو نشون میده که نه، ما باور داریم. منم نمیگم ایشون صادق هست یا نیست، خب اصلا صادقانه از اعتقاداتشه، اما مثل یه مثل همین الان به ذهنم اومد، ما برای فرمانده هامون توی جنگ اینو خیلی مثال میزنیم، میگیم خاطراتشون که میخوریم یا میشنویم، غالبا فرمانده ها جلوتر از سربازا بودن و غالبا هم شهید شدن، خب چون جلوتر بودن خودشون میرفت. حتی این سردار شهید ایشون در حالاتش میگن که ایشون حتی ما گاهی میامد تو منطقه بهش اطلاعات رو میدادیم، میدیدیم ایشون قبل از ما اطلاعات بیشتر از ما داره که ما تعجب میکردیم. الان پاپ اینطوریه، یعنی هرچی کشیشا خرابکاری میکنن اون داره با اون سنش میاد عراق، میاد میره نمیدونم میاد از اون ور، با فرض کنید که پناهنده ها جلسه میذاره، پا میبوسه. ما چند تا مثلا ما طلبه حالا بزرگانی چی برفتن مثلا با همین پناهجوهای افغانستان دیدار داشته باشن، دیگه همزبان ما هم هستن،
نه حالا. لذا این نقص ما داریم، یعنی ما همیشه بزرگان به ما یاد دادن، گفتن آقا تبلیغ باید عملی باشه، ولی ما تو علمی، من میشینم تو جلسات، اصلا الان ما کنفرانس داریم ماهانه فقط برای اینکه من صحبت بکنم، چون خودشون میدونن حرفی ندارن، حتی آقا من مسیحیت بهتر از خودشون توضیح میدم، اما بزرگان ما گفتن که عمل. بله مسیحی ها، بله بله بله، این جلسه داریم مثلا چند تا دانشجو هن، یک کشیشه، من متوجهم دیگه، اصل قضیه اینه که حرفای منو بشنون، اما ما تو علمی کم نداریم، خب هیچ مشکلی نداریم، اما تو عمل که بزرگای ما گفتن آقا شما باید این رو با عمل تبلیغ بکنی، خب ما میبینیم یک رفتار پاپ اینقدر اثر داره که تبلیغای ما اثر نداره اونقدر، تبلیغ رفتار من طلبه، و ما انتظار داریم که بزرگامون این رفتار رو انجام بدن. آیت الله صافی یه دستیه سیاه پوست رو بوسیدن، خب کار سختی هم نبود، اما برای ما خیلی مهمه وقتی تو کشوری که شناختی از اسلام ندارن، شناختی از ایران ندارن، تنها شناختشون از اسلام یعنی تروریست، یعنی قتل، یعنی بوکو حرام، خب بعد این رفتار نجات پرستی رو کاملا میفهمن، یعنی انشالله من یه بار دیگه میخوام برم اینجا، یه موزه هست، موزه استقلال، قبلا رفتم ولی این سری میخوام برم فیلم بگیرم، اصلا هست اونجا مثلا یه زمانی تو همین کشور نامیبیا نیمکت بوده، روش نوشته بوده این نیمکت مثلا سیاه‌پوست حق نداره بشینه، خب اینطوری اینقدر اینا رو کثیف میدونستن، نمیدونم با این حال هنوز هم اینا حالت رو حس میکنن، به ظاهر مستقل شدن اما این حالت هنوز گاهی احساس میشه. خب تو این وضعیت خود کشور سیاه‌پوستا موضوع گذاشتن ما نیمکته که آن سیاه‌پوست نمیتونه بشینه، یعنی جای کشور مثلا 1% 2% سیاه‌پوست بیشتر نباشه. آره زمانی که در اشغال آلمانیا بوده دیگه، همین آلمانیایی که ما الان عاشقشونیم و میگیم به به آلمان و ممکنه بعضی دهنشون آب بیفته، همینا تا چند سال پیش که الان هم هستن، یعنی نامیبیا از اون کشوری که بعد استقلالش دیگه سفیدپوستا رو بیرون نکرد، الان 50% زمین‌های نامیبیا در اختیار سفیدهایی هست که 1% خیلی کمی رو تشکیل میدن، یعنی هر کدومشون 10 تا 20 تا 100 تا گاهی خونه دارن، زمین‌های وسیع دارن قانونن و کارش هم نمیتونن بکنن. زمانی که دست آلمان ها بوده این رفتار می شده باشون، رفت... تا جنگ جهانی دوم بوده؟ نه اینها به حساب سال 1991 استقلالشون هست از آفریقای جنوبی، فکر می کنم 20 سال قبلش اینا در واقع آلمان ها مجبورشون از اینجا برن و این نامیبیا واگذار شد به آفریقای جنوبی که همون حکومت اونجا هم آپارتاید بود دیگه، دوباره همون بس، یعنی تا سال 1991 آپارتاید دیگه شما تو آفریقای جنوبی میدونید، خب نامیبیا هم بخشش بوده دیگه، تا 91 که دیگه تونستن مستقل بشن. خب یه سوال کوچیکی، جمهوری اسلامی ایران یکی از افتخاراتش اینه که با آپارتاید جنگید، به محض اینکه انقلاب شد ما اعلام حمایت کردیم از سیاه‌پوستایی که ضد آپارتاید بودن، حتی نفتمون رو که خیلی هم سود می‌کردیم از صادراتش به آفریقای جنوبی خودداری کردن، رابطشون رو بد کردن. حالا این تصور مردم نامیبیا که قبلا جزء همون آفریقای جنوبی بودن نسبت به ایران مثبته؟ اونهایی که شناخت دارن، درصد اندکیشون که ببخشید، درصد اندکی که شناخت دارن بله، اما غالب مردم نامیبیا شناختی از ایران ندارن چون کار فرهنگی نشده اینجا، یعنی همین تا همین چند وقت پیش من پستش هم گذاشتم در کتاب مطالعات اجتماعی سال هفتم، وقتی که حکومت ها رو نام میبره و انواع حکومت دموکراسی و مثلا استبدادی، مثال حکومت استبدادی هست عربستان، ایران، کره شمالی، همین دو سال پیش من اینو دیدم، خب یا سه سال پیش، امسال رفتم دوباره نگاه کتاب جدید رو گرفتم، دیدم مثالا هست شده، یعنی امیدوارم اگر همون باشه، خب امیدوارم که اینطور اینا، خب تصورشون از ایران هنوز مال 40-50 سال پیشه،
من به خیلی هاشون میگم آقا ما کشوری بودیم که اینجا اومدیم به شما کمک کردیم، حتی این رهبر شما ایران بوده یه مدتی، هیچ اطلاعی ندارن. آقای سمنیوما که در واقع به عنوان رهبر انقلاب نامیبیا حساب میشه و اولین رئیس جمهورشون هم شد، هنوزم زنده است، الان 93 سالشه فکر میکنم. ایشون من دیدار کردم ازشون، یه خلاصش هم گذاشتم. ایشون میگفت من ایران بودم، خاطره داد، حتی هنوزم علاقه‌منده که بیاد ایران، ما هم در تلاشیم، اگر این کرونا نبود شاید میامد، هنوزم ناامید نشدیم. خب سنشون یکم بالاست، خودش میگفت من خاطرات خیلی خوبی دارم. بله علاقه بوده؟ نه ایران اومده بوده با مثلا در زمان جنگ خودشون چند ماه اومده بوده ایران کمک میگرفته، رفت آمده اینطوری داشته دیگه، با مقام معظم رهبری اون زمان که رئیس جمهور بودن فکر میکنم دیدار داشته، حال نمیدونم با تاریخش که رئیس جمهور بودن اون زمان یا رهبر، بالاخره رهبرشون میشناسه اون حزبشون، اما مردمش اصلا خبر ندارن که یه همچین شما زمین رهبرشون تازه ضبط نگرفتین، فیلم نگرفتین که اونجا سند داشته باشین، چون بگید 90 سالش ممکنه از بین بره. ما عکس گرفتیم فقط و از سفارت درخواست کردیم چند بار، حالا اونا هم پیگیرن انشالله که یه مصاحبه بگیریم، حتی همین برای این دهه فجر دوباره گفتم بهانه خوبیه که یه مصاحبه بگیریم، حالا ولی اینکه امکانات دوربین و اینا نداریم، با موبایلم ممکنه جالب نباشه، لااقل ما مصاحبه میگیریم، فیلم میگیریم برای کتبی نوشتاری، اینو درخواست دادیم، چون از طریق من خیلی سخته، باید از طریق سفارت اقدام بکنیم، در واقعشون سفارت داره، اگر سفارت نمیداشیم شاید کار ما راحت تر میبود. حالا دوستان سفارت انشالله که پیگیرن. آره میگم یه چیز عجیبی ها، یعنی شما ما الان سالها اینجا حضور داشتیم، سفارت داشتیم، این مثلا به ذهن شما میاد که آیا ما یه مصاحبه گرفتیم ازشون اینجا، من خودم ندیدم خب که ما مصاحبه‌ای کرده باشیم که بمونه آقا ایشون خاطراتش از ایران، شما چرا ایران رفتی، چه کار کردی، چه خاطراتی از ایران داری، بعد ما همینو بذاریم توی روزنامه‌های اینجا منتشر بکنیم. این پیشنهاد من مطرح کردم، حالا ببینیم چی میشه دیگه، فعلا که توی نشده. خب یک فیلمی هم شما پخش کردید توی همون پیج خودتون که اونم فکران درنده بود، یک کشیشی که داره نون مقدس، اسمش نون مقدس دیگه درسته؟ بله توی شراب میزنه، بعد خانم سیاه پوستی که میار دهنش نمیذاره، در حالی که دهن همه میذاره، دهن خودش هم میذاره، دست اون میذاره. این خود آفریقا بود این اتفاق؟ نه من قیافه ها به نظرم میاد باید توی یا کشور اروپایی باشه یا آمریکا باشه، تو آفریقا کسی نمیدونه. یا اینجا من یه مثال بزنم، اینا چون حساسن تو این چیزا، چند وقت پیش توی یه قسمت اینجا هست شهرک چینی ها بهش میگن، چین یکی از کشورهایی که خیلی توی آفریقا فعاله، مخصوصا تو نامیبیا، و اصلا منم حتی به دوستای گای سفارت میگم آقا با توجه به وجود چین، آفریقای جنوبی و آلمان و 2 میلیون جمعیت، ما اصلا اینجا کار اقتصادی نمیتونیم بکنیم. من طلبه کارنابلد از همین اول بهتون میگم، خیلی واضحه، چون جمعیت کم، کار بزرگم بخوایم بکنیم رقبای ما نمیذارن، یعنی آفریقای جنوبی نمیذاره، آلمان نمیذاره، آمریکا نمیذاره. آره تو اینو محصول آفریقای جنوبی میارن دیگه. خیلی وقتا من با بعضی از شرکت ها تو ایران تماس گرفتم، درخواست دادم آقا بیاید اینجا، گفتن ما هم آفریقای جنوبی میفرستیم، از اونجا میتونن بگیرن، یعنی اونایی که واردن میدونن. حالا تو این شهرک چینی ها یک مثلا خب کلی مغازه است مال این چینی هست، یه مشتری میاد پارچه سفارش میده، این پارچه رو این کارگرش میبره، خانم نامیبیایی، مشتری نمیخواد میره، میذاره میره. این صاحب مغازه که چینی هست، یه خانم چینی، عصبانی میشه، کارگرش بیرون میکنه و میگه همینجا لباس فرم داشته، میگه لباس رو در بیار و برو، یعنی پیرنش و پیرن فرمش رو میگه در بیار و برو، و این در میاره و به اون حالت میره بیرون. یه جنجالی به پا شد دیگه، مغازه‌شو بستن، کلی جریمهش کردن، یعنی اینا یه رفتار نجات پرستانه میدونستن، در حالی که ممکن حالا اون ربطی به این قضیه نداشته باشه، عصبانی شده با یه کارگرش کار غلطی هم کرده،
تو این چیزا حساسن که یه غیر نامیبیایی یا یه غیر سیاه پوست یه بی احترامی بکن. لذا بعید میدونم اینجا باشه. بله دیگه، یعنی میگن الان ما اینقدر ما تو تاریخ ضربه خوردیم، به ما بی احترامی شده، بی حرمتی شده، بعد حالا هم همینه. یعنی حالا هم اینا خیلی هاشون نیاز کار دارن دیگه. من اینو تو فیلم های قدیمی میدیدم، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، که مثلا یه عده سفید پوست بودن، هر روز یه عده سیاه پوست میرفتن در خونه شون برای کار، یعنی کارگرشون بودن دیگه. صبح سر یه ساعت میرفتن، اصلا بر میگشتن. اینو من یادم کوچیک بودم تو فیلم ها میدیدم. اینجا هنوز همینطوریه، یعنی صبح به صبح اتوبوس ها میان از یه محلهی که بیشتر هستن و میان. خب شرایط اقتصادی اینا این مدار مشکله. لذا این رفتار در واقع شما در عمل نشون بدی که دین من واقعا احترام میذاره و واقعا ما نه در حرف فقط، در عمل معتقدیم به برابری سفید و سیاه و برابری انسان ها، این براشون خیلی جذابه. نه از نزدیک نه، من فقط یادم یه بار با دفترشون در واقع با پسرشون صحبتایی داشتم توی مسئله. فکر میکنم چرا آیت الله صافی؟ خب چون میگم همونطور که خودت نم گفتین خیلی از علما این کارو نمیکنن، ولی آیت صافی خیلی خاکی بود و فکر میکنم چرا این کارو کرد؟ به چیزی رسیده بود؟ اطلاعات خاصی از آفریقا داشت؟ این که علاقه شون رو خواست نشون بده، شخصیتش بود؟ نه حالا خیلی علمای ما، من میگم خیلی از علمای ما این ویژگی رو دارن، یعنی خاکی هن و هیچ مشکلی با این قضیه ندارن که بخوان. حالا اون لحظه من نمیدونم اون لحظه آقای صافی اینو دلی انجام داده یا با یه دیدگاه سیاسی انجام داده که آقا این پخش بشه دیده بشه مثلا، اینو خدا میدونه. اما به هر حال اینو نشون میده که ایشون اون لحظه احساس کرده که یک کسی از یه بلالی اومده در واقع و این قراره بره ندای اسلام رو برسونه. من اینو تو پرانتز بگم، شاید جواب شما یعنی احترام ویژه آقای صافی به یه طلبه‌ای که قراره بره خارج و از مثلا اومده هجرت کرده و دوباره میخواد هجرت کنه و بره یه پیامی رو برسونه، چرا این احترام رو میذاره؟ من خودم که میخواستم بیام اولین بار از قم بیرون برای تبلیغ و اینها، خب خیلی تردید داشتیم با یه حاجی آقایی که اونم مثل ما قبلا رفته بود سالها مشورت میکردم. ایشون گفت اتفاقا منم همین دغدغه شما رو داشتم و رفتم پیش آیت الله بهجت. اون موقع آقای بهجت تازه فوت کرده بود، من این سوالو پرسیدم. ایشون گفت من رفتم پیش ایشون و گفتم آقا من میخوام برم خارج. گفت میخوای بری برای چی؟ گفتم یه مسجدیه اونجا میخوام برم تبلیغ و اینا. میگو آیت الله بهجت به من گفتن که شما دو رکعت نماز شما تو اون مسجد از نماز شب من بهجت تو قم بالاتره. آیت بهجت که دیگه قلوب نمیخواد بکنه دقیق هم گفته من بهجت توی قم. بعدن این چبی این جمله آیت الله سیستانی دیدم، یه جای استفتا کرده بودن ایشون همچین جمله گفت و بعد اصلا دیدم حدیث داریم. یعنی یه نفر اومده پیش امام صادق گفت آقا من میرم خارج از کشور در واقع بلاد کفر برای تجارت. حالا این مسلمان من میگه اگه شما اونجا بمیری اونجا کافر مردی، شما رو اونجا همین شروع دفنت بکنن. امام ازش میپرسه شما اونجا که میری احادیث ما رو میگی؟ ایشون میگه که بله من اصلا خیلی به این اهتمام دارم. بعد امام میفرمان اگه شما اونجا بمیری یک امت مردی و نور شما در قیامت نمیدونم رای خیلی روشن میگه همچین تعبیر. لذا شاید این احترام ویژه به این جهت بوده که این آقا اومده از یه سرزمینی و یه کسی یه ذره فکر بکنه مثل یه مرجعی که خب اشراف داره متوجه میشه این چه سختیایی رو تحمل کرده، قاعدتا از یه کشوری که احتمالا مسلمان هم نیست اومده اینجا با سختیایی که اینجا هست. بالاخره تو ایران ما هم همه اکثرا مهمان نوازن و افکار نجات پرستانه ندارن، اما به هر حال برای سیاه‌پوست خالی از مشکل نیست. خب این آمده با این کلی درس خونده و حالا داره معمم میشه به این نیت که انشالله برگرده. خب این قابل احترامه دیگه. درسته. حالا نکته که شما گفتین اول حرف، من
ذهنم به این سمت رفت. خب آیت الله صافی یک شخصیت سیاسی هم بود، هم مشاوره مخصوص آیت الله بروجردی بود. اون موقع که آیت الله بروجردی بودن دهه سی شمسی و هم توی انقلابی که فعال سیاسی بود و حتی دبیر شورای نگهبان از سال 59 تا سال 68 یعنی سالهای استقلال و جنگ آپارتاید، خب ایشون یه چهره شاخص سیاسی بود که حتی قوانینی که تصویب میشد کارهایی که میشدش رو چک میکرد. شاید این بصیرت سیاسی ایشون هم تو اینجا نقش داشته، میشناخته مخاطبش رو، نبوده که من یه علما ها حالا شاید این مراجع علما های محبیت هایی داشته باشن که سفر همونطور که گفتیم پاپ سفر میکنه. من آیت الله نوری همدانی رو دیدم که سفرهایی داشته، حتی آفریقا هم اومدن انگار، درسته؟ نمیدونم، اخیرا نمیدونم، تو ذهنم نیست. مراجع انگار آفریقا هم اومده بود. حالا آیت الله صافی رو خاطرم نیست، ولی آیت الله نوری رو، آذربایجان رو میدونم که رفته بودن. آفریقا هم انگار یکی از علما رفته بودن و همین باعث میشه که اون دیده باز بشه، بیشتر ببینن، بیشتر تجربه کنن و اینا. و انشالله که بقیه علما هم هرچند سنشون خیلی اکثرا بالا هست و این محدودیت ها رو دارند، این اتفاق بیفته براشون و این دید ها باز بشه و بتونن اون نور افکن خودشون توی دنیا بتاب. خب یه سال دیگه، اون سال آخر بپرسم ازتون. چه پرسم؟ من یه جمله بگم تا شما سوال زیادتون میاد. ما این الان بحث ما همین هست در واقع. نگاه کنید، ما از نظر درونی، روحی، اخلاقی، علمی اینا همه رو میدونیم که علمای ما یعنی درونشون ذره نفسانیت نیست، ذره بحث نجات پرستی نیست. خب یعنی اون بوسه هم اگر نمی بود ما شهادت میدادیم که اینا واقعا ذره فرق نمیذارن. خب ما علمایی که ما دیدیم، شنیدیم، تقریبا غیر ممکنه بشه تصور کرد اصلا که یه عالمی مثلا غیر از این باشه. اما انتقادی که من به خودم دارم، به امثال خودم، این که ما توی تبلیغ بین الملل وقتی میگیم ضعیفیم، یکیش هم همینجاست. یعنی یکیش این که ما این چیزایی که داریم اینا رو نمیتونیم بیایم به جهان نشون بدیم. خب ما واقعا نمیدونیم، حالا مثلا گفتم نیت ها رو که خدا فقط میدونه، اما چرا اون کاری که پاپ میکنه، بالاخره تبلیغ هم یکی از کاراست دیگه، یعنی حتی برای تبلیغ، برای تظاهر هم که اومده باشه ما میگیم تبلیغ اسمش. این چه اعتقادی داره؟ مگه ما نداریم اینو؟ مگه ما جهاد نداریم؟ تو تبلیغ بین‌الملل انگار اندیشیده، فکر نشده تو جمع. حتی من بزرگانی که میبینم خیلی وقتا در مورد بحث‌های جهانی صحبت میکنم، مثل آیت الله جوادی، خیلی ایشون معمولا جهانی فکر میکنن و ایشون تاکید میکرد، میگفت ما گاهی اوقات تو قم نشستیم که جهانی حرف میزنیم، قومی فکر میکنیم، یه همچین تعبیر، یعنی فکرمون جهانی نیست یا اصلا فلسفه جهانی نمیدونیم. این در حد علمه، اینم خوبه که ما تو اینم عقبیم، حالا بزرگان میگن. در حد عمل ما چه جوری باید نشون بدیم، چه تبلیغاتی میتونیم بکنیم، حوزه کجای این کار هست، خب اینا خیلی تخصصی تر از این هست در حد این که ما چند طلبه رو بگیم آقا شما برید در فضای مجازی غافل نشید. کار فراتر از این هست. من طلبه، فرض کنیم من 10,000 تا فالوورم داشته باشم اینجا تو کشوری که هستم، شما بگید از من 1,000 تا مخاطبم که دارم، اما اون بازخوردی که یک پاپ داره خیلی فراتر هست تا من. خب و بعد خود اون رفتار عملی نشون میده به من کشیش که من باید چه مسیر رو برم، یعنی من مجبور میشم. خب ما از این جهت میخوایم که اونایی که فرماندن، حالا هر کی، حالا میگی مراجع که جنبه علمی دارن پایین تر از مراجع، اونی که اصطلاحاً فرمانده این جنگ نرمه، یه جوری رفتار بکنه که ماها مجبور بشیم بریم تو صحنه. اونی که امام جمعه هست، حالا تو امام جمعه مثلا حوزه داخلیه، اگه اون امام جمعه های مهم این کار رو بکنن، امام جمعه های شهرستانه کوچیک هم مجبورن برن تو مردم. خب این میشه جزء. حالا تو تبلیغ بین الملل هم همینه. ما تو این فضا
خیلی عقبیم، حالا چه تو ایران چه کشورهای دیگه، شیعه دیگه، علمای دیگه، یعنی انگار نگاهی نداریم برای اینکه آقا برای جهانیان چه رفتار عملی ما میتوانیم بکنیم. غالبا رفتار ما علمیه. بعد با دانشجو دایی صحبت میکنیم، میخوایم استدلال کنیم، بحثی کلامی میکنیم، در حالی که یک رفتار مثل کاری که آقای پلاساف کرد میتونه خیلی جرقه بزرگی باشه برای اینکه افراد جذب بشن این شیه چیه. حالا من پیشنهادم میکنم اینجا همینه که به نظرم همین عکس فیلمش هم که هم داره ناخواسته هم ضبط شد، هم عکسش ناخواسته ضبط شد، هم فیلمش ناخواسته ضبط شد و این کار خداست به نظرم. اما این عکس خود آیت الله صاحب خدا بیامرزدششون رو یه دست منطلبه یه سیاه پوست رو میبوسه، این میشه مثلا یک سرلوحه باشه، این عکس میتونه منتشر بشه توی همه این سفارت های ایران، توی آفریقا کار بشه، همه یه طلاب تو مساجدشون بذارن توی اونا که تو آفریقا هستن و که این جای سوال ایجاد میکنه فرد کیه که دست این طلبه رو میبوسه. و بعد ما میگیم یکی از بالاترین شخصیت های دینی شیعه هست و این اعتقاد ما، این بلال حساب میشه برای ما. یک مورد جالب، چون الان در دهه فجر هستیم و حرف امام خمینی هم زیاده، اولا که خاطره اگر دارید از برنامه های دهه فجر افرادی که متأثر از امام خمینی بودن به همون بگیم. و یک نکته جالب، ما تا الان چند سری شخصیت امام رو بر اساس کتاب سیره زندگی امام نوشته غلام علی رجایی بررسی کردیم و نکات خیلی جالبی داشت از نظم امام سال همین صحبت هایی که کردیم اکثر توی امام هست. یا سهلا من که کتاب دیگه غیر از کتاب خوندم که امام به یکی از علما میگه که کاش ما علما عامی باشیم، مثل مردم عامه به همه احترام بگذارن، که فرد عامه که سواد نداره میاد توی قوم هر طلبه که میبینه بهش احترام بذاره سلام علیکم. بعد وقتا شیطان یک عجبی درست میکنه که ممکنه فرد منتظر سلام باشه، به من سلام کنید، به من احترام بگذارید، چرا اون فلانی اومد با من ندید. خب این کارهای شیطانی که ما میبینیم یه شخصیت هایی مثل امام خمینی، آیت الله صافی با حرکاتشون، با زندگیشون، نه با فقط سخن بر منبر رفتن، اینا نشون